خوش آمد به تو بگیم و این جلسه رو به دستای تو بسپاریم خداوند.
Merci برای این روزی که امروز تو ساختی خداوند که میتونیم نام تو رو جشن بگیریم خداوند و نام تو رو برافرازیم روی زندگی ما و همینطور هم روی این جلسه. با هم بایستیم تو رو پرستش کنیم که او مرکز این جلسه هست، مرکز زندگی ماست. با این سروش رو به جشن عظیمیست باید سراییم سرودها برای عیسی مسیح.
مسیح با ترین هستیم سجید و مرسی که یا آینده برای ما آماده کردیم خدا من. مرسی که بهترین چیزا منتظر ما هستن. آمین. و مرسی که تو هستی که ما رو آماده میکنی.
به پدر مادر و بستگان تو احترام خواهم گذاشت.
دارنی گاه نخواهم کرد. به کسی با چشم خریدار نگاه نخواهم کرد. فرمان شماره هفت. از ارزش تو کم نخواهم نمود. بلکه با قدردانی به تو ارج خواهم گذاشت. فرمان شماره هشت. به تو دروغ نخواهم گفت. به تو دروغ نخواهم گفت. و از حقیقت و راستی پیروی خواهم کرد. فرمان شماره ده. در رابطه هم با تو به فکر مادیات و نفع خود نخواهم گفت. Thank you.
هست نگاه میکنی، هر طوری که من اینجا هر چیزی که تو حالت هم هست دعا کنی و برکتش بگیری.
دیده تو خداوند برای هم دیگه و ارزش هم دیگه رو بتونم ببینم خداوند چقدر عالیشون رو خلق کرده و چقدر چه گنج هایی کنار رو گذاشتی خداوند با این برکت خداوند با این دیدشون رو برکت بدی خیلی می کنم نه دو تن هستی پس بلکه در مسیح یک تن هستی میخوادش ما رو برکت بدیم در نام پدر I don't know.
چیزی جز در مویزه نسلی ماشی میدیم در مورد عهد که صحبت کرد که برای ما مورد زن و شوهر که مورد عهد رو میبندیم عهد اصلیه که مهمتر از همه عهد هست عهدی هست که با خداوند رو میتونیم ببندیم یا با فیض خدا بستیم. من میخوام زمانی که میخوام بریم میایم توی این عشا شرکت کنیم بدونیم که هدف خدا و آمدن عیسی مسیح این فقط نبود که ما رو گناه ما رو ببخشه و از ما فرزندان بسازه. هدف اصلی او که ما رو با او که عهد می‌بندیم یک بشیم، همین موعظه که شنیدی ما یک باید باشیم، ولی این عیسی مسیح اومده. ما بعضی وقت صحبت میکنیم در مورد الان خدا من رو خواهد کرده که من نجات پیدا کنم یا به کاملیت برسم. همه چی حقیقته، فقط بدون اتحاد در او، یک شدن با او، غیر ممکنه ما بتونیم به شباهت خدا برگردیم. هدف اصلی خدا اینه که ما رو باز خرید کنه، با او یک کنه که ما برای اون حیات که ما خلق شدیم به جا برسیم. آمدن عیسی مسیح در این دنیا نمیتونیم محدود بکنیم، بلکه باید ببینیم که چه قلبی خدا داشت که عیسی مسیح رو فرستاد که ما رو برگردونه که با خدا یک بشیم. و این وسیله عهدی هست و تنها در همه قسمت های زندگیمون اتحاد شدن. در بیانیه‌ای که شنیدیم نکته خیلی قابل توجهی شنیدیم در آخر که واقعا اساس و بنیاد و ریشه عشای ربانی. ایشون فرمودن که حیات عیسی در خون عیسی است. صلح و سلامتی که امروز ما میخواییم به عنوان بدن مسیح دریافت کنیم از کجاست؟ از خون مسیح که امروز میتونیم این حیات، این صلح و سلامتی رو در ما جاری بشه و به جهان. آمین. یه جهان از کجا بفهمه که ما پیروان هستیم؟ از این حیات، از این صلح و سلامتی که در ما. برای اینکه این حیات عیسی عزیزان یه مقدار بیشتر براتون مکاشفه بشه و با آگاهی بیشتری به این قربانی مقدس نزدیک بشید، یه اطلاعیه از پزشکانه که به سمعتون میرسونم. پزشکان اینطور میگن، میگن وحشتناکترین مرگی که یک انسان میتونه توسطش بمیره، مرگی که توسط پارگی رگ به وجود میاد، یعنی یک انسان خونریزی کنه. علم پزشکی میگه وقتی انسان دچار خونریزی میشه، تمامی سلولهای بدن به ضد هم برمیخیزن، چون داره اونجا خون و اکسیژن از بین میره. یادتون روی صلیب عیسی مسیح خون و اکسیژنش داشت از بین میره، برای این درد وحشتناک و جانبار رو روی صلیب تجربه میکرد. و اون سلولی که تشنه خون و اکسیژنه به ضد سلول روبروی خودش بلند میشه، همطور که سلول ها به ضد هم بلند میشن و برای یک ذره خون و اکسیژن به جون هم میفتن. پزشکا اینطور گفتن اونجا وحشتناکترین دردیه که یک انسان میتونه متحمل بشه، انسانی که داره خونریزی رو تجربه میکنه. و عزیزان چقدر این از نظر روحانی صحیحه. خیلی از ماها شاید در زندگی زناشوییمون، در زندگی رابطه‌مون در حال درد کشیدن، چون داره خون و حیات ما از بین میره. دنیا رو میبینیم که چطور در حال درد کشیدن. به خاطر چی در جهنم زندگی میکنه؟ به خاطر چی خانواده ها در اثر عدم ظلم زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه به خاطر یک کمی از حیات و اکسیژن. آمین. دریافت کنن جواب این خونریزی فقط و فقط
خداونده که امروز هر درد و رنج رو میتونه از بین ببره. خون شفا دهنده عیسی مسیحه که جواب تمام خونریزی های این دنیاست، جواب تمام اون رابطه هاییه که فولس میگه همدیگر رو میگزیم میخوریم و چقدر تو زن شوهرها هست وقتی حیات صلح و سلامتی رو از خون عیسی مسیح خداوند دریافت کنیم، در بین زوجهای ما سلامتی و حیات. امین. و این خون و اکسیژن امروز میتونیم نه تنها دریافت کنیم به فراوانی برای خودمون برای خانوادهمون، بلکه میتونیم به دنیایی که در حال خونریزی و از دست دادن حیات با بشارت انجیل معجزه آسای عیسی مسیح این خون رو به دنیا تزریق کنیم. آمین. و چشمای خودمون رو لحظاتی میبندیم که برای خون و بدن خداوندمون دعا کنیم. متشکرم خدای عزیز، ای خدای عالی، حتی وقتی که تو خود ما به صورت یک جنین پا به دنیای ما گذاشتی، فوجهای لشکرهای آسمانی و فرشتگان هم صدا تسبیح خوانند میخوندن سلامتی و رضامندی در بین مردم آباد. خداوند حتی خدمت تو آکنده صلح و سلامتی بود، مشارکتهای تو با تک تک انسانها آکنده از صلح و سلامتی بود. ای خدای عظیم، همطور که شنیدیم هیچ جای به اندازه صلیب حیرت انگیز و عجیب تو از اونجا صلح و سلامتی جاری نمیشه. امروز تو اشتیاق داری که به تک تک محبان خودت، عزیزان خودت، فرزندان خودت، محبوبان خودت با اشتیاق صلح و سلامتی رو خداوند انتقال بدی. خداوند اگه بدن ما در جای نظر جسمانی خداوند احتیاج به شفا داره، باشه که بدن مقدس تو در نام عیسی مسیح هر ضعف هر بیماری رو از بدنهای جسمانی ما دور کنه، باشه که اگه روح و روان ما خسته و مجروح و آسیب دیده است خداوند خونه و بدن مقدس تو صلح، سلامتی و شفا و رضامندی بین تک تک ما جاری کنه. باشه که خون مقدس تو خداوند اگه هر جایی که در بین زوجهای ما عدم صلحه خداوند، نفاق، شقاق، گزش، نیش زدن خداوند در نام عیسی مسیح خداوند این خون مقدس تو سلامتی و صلح اونجور که در فکر توه، اونجور که در ذهن توه، اونجور که در خون مبارک و مقدس توه امروز در بدن مجید و مبارک و مقدس جاری بشه. باشه که خون و بدن مقدس تو امروز به ما حیات، یک حیات تازه، یک مسی تازه، یک اتحادی تازه، یک روحی تازه، یک عشقی تازه، یک دیدی تازه ای خدا ما به بدن مقدس وارد کنی، منتقل بده. باشه که اگر این راز عظیم و عجیب عهد ازدواج و عشای ربانی خدا ما بسته برای کسی مونده، مغروم شده هنوز مونده، ای خدا ما وقتی دست به خون و بدن مقدس تو میذارن، وقتی که بدن تو رو مبارک تو رو میشکنن، وقتی که این پیاله رو بر میدارن خدا و چشمای دل ما باز بشه تا این راز عظیم عهد ازدواج خدا که اتحاد با توه و این عشای مقدس ربانی که سلامتی صلح و شفا در بدنهای ما و در این دنیا جاری میکنه به ما منتقل شه در نام پدر پسر روح القدس. خدا این بدن مقدس تو رو خدا من دست تو بلند میکنه، دستای مقدس توست خدا من که یک جرعت داره این بدن رو برکت بده. خدا کدوم مقدسی، کدوم مرد مقدسی، زن مقدسی اجازه داره خدا من، کدوم شخصی لیاقت داره که این بدن رو برکت بده؟ دستای سراخ شده مقدس تو در نام پدر پسر روح القدس برکت رو امر بفرماین و بدن
خدای عظیم که صلح و سلامت و شفا جاری میکنه، نزد تو بلند میکنیم ای خدا و دعا میکنیم آرانه ای خدا من نام خود رو جلال بده، باشه نه کمتر بلکه هم پایه خون مقدس تو در رگهای ما جاری بشه تا چشمای دل ما باز بشه، روح حکمت و کشف و مکاشفه رو در شناخت تو رو دریافت کنیم تا بدانیم امید دعوت ما چیست ای خدا من و چه مقدار از دولت عظیمه تک تک ما میراث ما وعده های عظیم ما در تو و چه مقدار است و چقدر قوی و پر از اقتدار است اون قوتی که در این خون و بدنی که در هر ضعفی در هر چه کنمی امروز میتونه ما رو امداد کنه، چون که در نام پدر پسر و روح القدس دعا کردیم و کلیسای خداوند بگه آمین. تا خود را ظاهر نمایی
Seda jeden na vás a dva
هستی پدر جان که آغوشت دعایم باز برای من کنیستی پدر جان که بهترین هدیه رو برای من دادی عیسی مسیح که آمد ما رو با تو خدای واحد خدای خالق یک بکنه خدا رو